بقیده جامعه شناسان سیاسی یک اصل مهم در پیشبرد اعتراضات مدنی استمرار اعتراضات، فراگیری جنبش ها و تداوم اراده مردم برای تحقق مطالباتشونه. اگر از این منظر به چهل و اندیس سال مقاومت جامعه ایران در مقابله حاکمان مذهبگران نگاه کنیم میشه دید جنبش زنان یکی از نمادهای پررنگ مبارزات مدنی در ایرانه که در کنار سایر جنبش ها از جمله جنبش های آزادی دانشجویی و سنفی استمرار بلغوهی داشته از 8 مارس سال 1157 چند روز فقط کمتر از دو هفته بعد از پیروزی انقلاب که زنان در مخالفت با حکم هجاب اجباری رویلای خمینی به خیابون اومدند تا جنبش زن زندگی آزادی که فراگیرترین اعتراضات مدنی در ایران علیه رژیم اسلامی بوده از همین رو درک درست از استمرار این جنبش اعتراضی میتونه دریچه ای برای دیکوت کردن روایت رسمی حکومت از اعتراضات مدنی در ایران رو در اختیار بگذاره ندا سانیج روزنامه نگار همراه ماست تا بیشتر در همین باره گفتگو کنیم خوش اومدین خانم سانیج جنبش زنان و جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی به عنوان حکومت زنستیز تلقی میشه همین دو تا عنوان کنار هم کافیه تا درک کنیم چه شکافی بین حکومت و این بخش از جامعه وجود داره اما رغم همه سرکوب ها چگونه جنبش زنان به عنوان شاخصی از اعتراضات مدنی مردم ایران همچنان زنده و پویاست درست میگین یعنی تعبیر درستی داریم نه به معنی کلاسیک جنبش ولی تحولاتی که توی حوزه زنان اتفاق افتاده در واقع هر وقتی که تصور این شده که جنبش به محاق رفته مثلا بعد از جنبش سبز که هیچ صدایی از زنان شنیده نمیشد همشون سرکوب شدن دوباره یه حرکت دیگه اتفاق افتاده که ملموس شده که این جنبش زنده است هرچند زنده بوده ولی دیده نمی شده. مثلا در همون جنبش بعد از جنبش سبز انتقادهایی که وجود داره که در واقع فعالیت زنان و سران جنبش زنان کم شده تو همون مقطع در واقع تلاش های دیگه شده ادبی در واقع کسایی که به مهاق رفتن تلاش کردن برای گسترش ادبیات فمینیستی ترجمه سطح تحصیلات و آگاهی زنان بالا رفته ام، یا مثلا ام، تلاش هایی که در دهه 60 پنهان در محافل خصوصی در خانه ها می شده، در جامعه دیده نمی شده، در دهه هفته تلاش هایی که جمعش های فمینیستی کردن و همون موقع بهشون میگفتن در واقع یه پراگماتیسم و عملگرایی داشتن و از قسمت لایی که جامعه زنان جنبش زنان از خواسته هاشون در واقع یک سر کوتاه اومدن تا نزدیک بشن به بخش اسلامی جامعه مثلا زنان مسلمان و این یه نوع پراگماتیسم و عملگرایی توش دیده می که این دوتا گروه رو به هم دیگه نزدیک کرد یعنی خواسته ها رو خواسته های زنان که پ درصد جامعه ایران هستن کمی تر شد و این عملگرایی به کمکشون اومده هر چند. می میگم انتقاد زیادی وجود داره ولی مثلا من مثال بزنم من یه زن لایک بودم در شورای شهر تهران کنار خانم وسمقی که باشون مسابقه میکردم یه زن محجبه اسلامی با تحصیلات در واقع اسلامی و الان نقطه ایه که در واقع من و خانم وسمقی کنار همدیگه ایستادیم و اینها را یک شب پیش نایمده اینا سالها تلاش و در واقع کوشش زنان ام چه از بخش بدنی جنبش زنان چه بخش مردمی تر مثل کمپین یک میلیون امضا که در واقع خواسته هایی که خواسته های همه زنان بود فرق نمی شما تحصیل کرده دکتر دانشگاه باشین در واقع خواست حقوقیتون مثل حق طلاق مثل هزانت فرزند همه شبیه همه و این بود که در واقع این جنبش رو سر پا نگه داشته خانم سانیج یه نکته خیلی مهم همینه این تداوم این همکاری ها چگونه موجب شده که زنان امروزه تو سایر حوزه های اعتراضی هم نقش راهبری داشته باشند این تغییر چگونه رخ داده یا فرایندی که شما بهش اشاره کردید زمین ساز این تغییر بوده یا نکات دیگری هم در اون دخیل بوده ببینید در واقع خیلی از خواسته ها که جلوتر رفت همه در واقع در دی 96 آبان این وجود داشت که در واقع خواسته های اقتصادی بوده من قبول دارم در واقع فقر تبعیض اینها چیزی نیست که زن و مرد نمیشناسه در واقع وقتی که نان در خانه نیست برای همه نیست ولی در واقع اصطلاحی وجود داره در مورد زنان که به نظر من اصطلاح درستیه جان بلب رسیده رو شما به معنی کامل میفهمید به خاطر اینکه شما به عنوان زنی که در واقع خانه‌دار هستید بیشتر زنان ایران خانه‌دار هستن درصد کمیشون مشغولن حق بیمه ای که قرار بود دولت در واقع قول داده شده بود در دولت خاتمی و بعد روحانی پیگیری بشه بهشون داده نشد از نظر اشتغال نگاه کنیم از نظر آزادی اجتماعی نگاه کنیم این زنان واقعا جان به لب رسیدن ام و ام در واقع انقدر سرکوب شدن در طور در دوره های مختلف که مثل فولاد آب دیده شدن قوی تر شدن و یه بخشی از اونها هستن که حتی دیده نمیشن مثلا وقتی که خانم ویدا توی خیابون انقلاب بالای در واقع میره بالای وای میسه بالای سکو و اون روسری سفیدش رو پرچم میکنه تمام تمام در واقع اعتراض تمام همه زنها باش احساس در واقع نزدیکی میکنن زنها یا مردها و میفهمنش